زمان چقدر زود میگذره؟ این جمله یه که همه ما حداقل یک بار اون رو به زبون آوردیم. اما چرا باید زمان سریع بگذره؟ تعطیلات تابستون چیزیه که ما در دوران کودکی برای رسیدن اون لحظه شماری میکردیم و کلی برنامه براش داشتیم. از بازی با دوستامون گرفته تا مسافرت با خانواده. حتی با اینکه تو تابستون سرگرم بودیم، بازم وقت اضافه داشتیم. تابستون تنها زمانی معنی داشت که ما در دوران کودکی به سر می‌بردیم. اما هرچی که بزرگتر شدیم، اوضاع متفاوت شد و دیگه تابستون اون لذت سابق رو نداشت. به خاطر اینکه زمان اونقدر سریع میگذره که اصلا متوجه گذر اون نمیشیم. زمانی که کودک بودیم، آرزو داشتیم بزرگ شیم. اما حالا بزرگ شدیم، گویا زمان هم با بزرگ شدن ما سرعت میگیره و با یه چشم به هم زدن سالها میگذرن. آیا شما تا حالا از خودتون پرسیدید که چرا این روزا مثل برق و باد میگذرن؟ مطمئنم پرسیدید. همینطور دانشمندا هم این سوال رو از خودشون پرسیدن و سعی کردن پاسخی برای اون پیدا کنن. اونها بالاخره تونستن پاسخی قانع کننده برای این موضوع ارائه بدن. برای اینکه ببینید چرا با بیشتر شدن سن زمان هم زودتر میگذره، تا آخر ویدیو همراه ما باشید. فقط قبل از ادامه ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. حالا واقعا چرا زمان زود میگذره؟ تایملاین زندگی به راحتی مسئله سرعت زمان رو برای ما حل میکنه. مقایسه زمان در سنین مختلف نشون میده که زمان هیچگاه مسئله مطلق نبوده و نخواهد بود. ما در سنین مختلف درک متفاوتی از زمان داریم. ساختار اولیه تایملاین توسط ماکسیمیلیان کینر استرالیایی طراحی شد. او سنین مختلف زندگی رو به درصدهای مختلفی تقسیم کرد. بر اساس این تقسیم بندی، وقتی شما یک سال دارید، یک سال تمام عمر شماست، یعنی 100%. اما زمانی که شما 10 سال دارید، یک سال 1/10 زندگی شما رو تشکیل میده. همینطور وقتی شما 50 سال دارید، یک سال تنها 2% از زندگی شماست. در نتیجه، هرچی سن بالاتر میره، هر سال بخش کوچکتری از زندگی شماست. با این تفاسیر، گذر زمان برای شما سریع‌تر به نظر میرسه. به بیان دیگه، هرچی زندگی ما طولانی‌تر میشه، یک سال برامون کوتاه‌تر به نظر میرسه. البته یه نظریه دیگه وجود داره که وقتی ما بزرگتر میشیم، ساعت بیولوژیکی بدن ما هم دچار تغییراتی میشه. وقتی که سن ما افزایش پیدا میکنه، ضربان قلب هم آهسته تر میشه. به خاطر همین، سرعت سوخت و ساز بدن هم کم میشه. این در حالیه که ضربان قلب یک کودک بالاست و بدن او سرعت سوخت و ساز بالایی داره. همه اینها یعنی ساعت بیولوژیکی بدن یک کودک در بازه کمی از زمان فعالیت‌های بسیاری تجربه می‌کنه و کودک احساس می‌کنه که زمان دیر می‌گذره و کارهای زیادی انجام داده. به هر حال هر لحظه از زندگی رو باید در زمان خود زندگی کرد تا از تمام لحظات زندگی به اندازه خود اون لحظه بهره‌مند بشیم. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟ حتما توی کامنت برای ما بنویسید.